و به نظر من امروز اون چیزی که میتوانه به بهترین وجهی به صورت یک سلاح مؤثری عمل کنه تبیین مفاهیم عالی اسلامی است در زمینهای مختلف، چه در زمینه مسائل معرفتی. در زمینه مسائل معرفتی حرفای نگفته ما زیاد داریم، حرفای قابل گفتنی که برای دنیا جذاب و شیرینه ما زیاد داریم. مسائل معرفتی، مسائل معارفی، در زمینه مسائل مربوط به سبک زندگی اسلامی خیلی حرف نگفته در این زمینه داریم. بحث فرض کنید حالا یک قلم بحث محیط زیست، یک قلم بحث معامله با حیوانات، یک قلم بحث خانواده است. اینا سبک زندگی است دیگه. در همه اینها اسلام حرفهای جذاب داره، معارف اسلامی، که اینها رو میشود از درون متون اسلامی تخلیص کرد و تجرید کرد و اینها رو در اختیار همه گذاشت. یا در زمینه آیین‌های حکمرانی اسلامی، یکی از موضوعاتی که بسیار مهمه و میتوان اینها رو مطرح کرد، مسئله حکمرانی اسلامی است. حکمرانی در منطق اسلام از بن و بنیاد با حکمرانی‌های رایج جهان متفاوته، نه شبیه سلطنت، نه شبیه ریاست جمهوری‌های امروز دنیاست، نه شبیه فرماندهی‌هاست، نه شبیه رؤسای کودتاگر، شبیه هیچ کدوم از اینها نیست. یه چیز خاصی است، متکی به مبانی معنوی. سبک حکمرانی اسلامی اینه: مردمی بودن، دینی بودن، اعتقادی بودن، اشرافی نبودن، مصرف نبودن و ظالم نبودن. نه ظالم، لا اظلمن ولا اظلمن، که ولا اظلمن و انت المطیع لدفع عنی ولا اظلمن و انت القادر علی القبض من. در این دعای صحیفه سجادیه اینا هر کدام، هر کلمه کلمش مبانی مهم معرفتی است. اینا اینها چیزایی است که سلاح‌های جدید ماست، باید از اینها استفاده کرد.